نام خدای بزرگ شاگردای خوب سلام امیدوار هستم که حال یک یک شما عزیزان خوب باشه درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید و آماده باشید تا با یکدیگر چهارمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفتمه آغاز کنیم شاگردای خوب من فراموش نکنید که از طریق شماره تلفن دو سف 964 780 پنج، چهل سزده در واتساب توانید با ما در تماس باشید. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه گذشته در رابطه با انساج نباتی با یکدیگر صحبت کردیم. انساج نباتی را انواع انساج نباتی را از نظر موقعیت، از لحاظ ساختار، ویژگی و وظایفش به طور مفصل با یکدیگر خواندیم. اما امروز می خواهیم در رابطه با انساج حیوانی با یکدیگر صحبتی داشته باشیم. انساج حیوانی در ساختار بدن موجوداتی مانند حیوانات و انسان ها مشترک هست. این انساج از نظر ساختار و عمل کرد نسبت به انساج نباتی قدری پیشرفته تر و پیچیده تر است. امروز ما این انساج یک به یک میخوانیم و با آنها آشنا میشیم. انساج حیوانی به چهار گروه تقسیم میشه. که شامل انساج بشروی، انساج ازولاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی هست. ای چهار تا انساج در ساختار کل موجودات زندهی که در گروه حیوانات قرار می وجود داره و هر کدام وظیفه مشخص و معینی را بر عهده داره. اما اولین انساجی را که با یکدیگر میخوانیم تا یاد بگیریم انساج بشروی یا اپیتلیال هسته این انساج بشروی هم مانند انساج بشروی نباتاته. قسمت بیرون بدن ما را پوشانده همی پوست بیرون که در مانند یک زرهی بدن ما را می پوشانه در مقابل عوامل مختلفی مانند سرما، مانند گرما، مانند ورود عوامل بیماریزا به بدن ما جلوگیری میکنه البته تا زمانی که این انساج بشروی ما که به عنوان نمونه پست میگیم سالم باشه علاوه برای که انساج بشروی یا اپیتلیال قسمت های بیرون بدن فرش کرده و پوشانده از داخل بدن نیز از داخل بدن یعنی از سطح داخل کانال های بدن مثلا در کانال های هضمی من جمله داخل مری داخل معده سطح داخلی امعا کانال های تنفسی ما و کانال های یا مجراهای تولید کننده ادرار را نیز از قسمت داخل پوشانده است کار همی انساج یا کار همین نسج ما که به نام بشروی هست پوشانندگی هست اوی که در قسمت بیرون جلد بیرون بدن می پوشانه و او قسمتی که در سطح داخل کانال ها هسته از داخل کانال ها را می پوشانه تا از انساج زیرین خودش محافظت بکنه و اجازه ورود عوامل بیماری زاره چه از بیرون و چه از داخل به بافت های زیرین نمی ده. حجرات ای انساج کاری رو که خیلی مهمه و انجام میده اینه که بسیار نزدیک یک دیگر هسته همانطور که در شکل شما دی تصویر ما برای شما انواع انساج بشروی را آوردم و میبینین شامل شکل های مختلف هسته شکل و ظاهر از اینا متفاوت اول کار همه اینها مشترک و یک چیز هست ما یه اشکال مختلف میبینیم یکی حجره هایی که سنگ فرشی نام داره شما در سرک ها در حین عبور از سرک ها اگه دمی پیاده نگاه کنید این مزایک ها و یا سنگ ها بسیار نزدیک نزدیک یکدیگر قرار گرفته طوری که در لابلای از اینا هیچ فاصله ای نباید باشه این هم چون شبیه همین ها و سنگفرشای سرک ها هسته به نام حجره سنگفرشی یاد میشه دیگه ما حجره مکعبی را داریم حجره بافت یا انساج بشروی را که شکل از اینا مکعبی شکل هسته این مکعب ها در قسمت های مختلفی است مکعب را میبینیم یا حجره های مکعبی شکل میبینیم که در دا داخل نفرون ها هسته نفرون در کجای بدن هسته بچه نفرون واحد سازنده گرده ها هسته که انشاءالله در سالهای بعد در کتاب بیولوژی او را به طور مفصل ما و شما یاد میگیریم دیگه ما سلول های استوانه شکل میبینیم. بینیم این حجرات بشروی استوانه شکل که کشیده تر هسته از نظر اندازه در دا داخل امعا هسته امعای کوچک و امعای بزرگ ما حجرات از اونها کشیده تر هسته این هم به خاطر است یه است که وظیفه ای که در امعا وجود داره اینها دارای چین میشه مخمل مانند هسته که ان الله به طور مفصل در سالهای بعد اینها رو هم میخوانیم و گاهی وقتا همی حجرات سنگ فرشی چند طبقه هسته گاهی یک طبقه هسته گاهی وقتا چند طبقه هسته اینها در هر کجام قسمت های بدن ما شکل های متفاوتی داره چون وظایف متفاوتی داره که ان شاء الله اینا را یک به یک در سال بعد با همدیگه دیگه اونا رو میخوانیم و یاد میگیریم انساج بعدی ما انساج عضلاتی یا ماسکولار است این انساج عضلاتی سن ما انساج عضلاتی داریم این انساج شامل عضلات لشم ازولات اسکلتی و ازولات قلبی هسته اگر در شکل هم شما در تصویری که برای شما وردم دقت بکنین اینها شکل از این حجارات یک کم کشیده تر هسته نسبت به حجارات نسج بشروی یا ابتلیال هسته گفتیم که حجرات بنا به وظیفه ای که داره شکل از اونا تغییر میکنه ای ازولات ما یک کم دوکی شکل و کشیده هسته و طولانی هستم. اما این ازولاد چگونه عمل میکنه و چطوری هسته یک اشاره بسیار کوتاهی را امسال در کتاب میشه و ما بقیه را اشالا در سالهای بعد میخوانیم ازولاد اسکلتی ازولادی هسته که هم بر روی استخانهای بدن ما قرار گرفته ای استخانهای بدن ما برای حرکت کردن خودش نیاز به ازولاد داره همین دست ما را که خم و راست میکنیم در راه رفتن ما راه میریم و میدویم عضلاتی که بر روی استخوانهای پا و استخوانهای دست ما هست و به اراده ما بالا و پایین میشه آهسته میریم تون میریم تیز میدویم اینها عضلاتی هست که به طور ارادی کار میکنه یعنی در اختیار ما هست اما یک سری عضلات دیگه به نام عضلات لشم یا صاف داریم شاگردای خوب دقت کنید که این عضلات لشم دیگه در اراده ما و شما نیست اینا ازولاتی هسته که من جمله به طور مثال در ساختار معده و مری و سیستم حازمه بیشتر دیده میشه وقتی ما و شما غذا رو میخونیم حرکت هایی که در طول مری هسته حرکت هایی که در معده انجام میشه تا غذا را برای هضم آماده بکنه ای حرکات در اختیار ما و شما نیسته اگه در اختیار ما و شما بود ما فراموش میکردیم کردیم از اونها دستور بدیم اینا به طور غیر ارادی کار خود انجام میده اما باز چه کارا میشه انشالله در سنوف بالاتر و سالهای بعد میخوانیم ازوله سوم ما ازولات قلبی هسته ای ازولات بسیار جالبه خوب شما دقت کنید شاگردا ای ازوله از نظر ساختار و از نظر شکل شبیه حجرات عضلات اسکلتی هسته اما ارادی دیگه نیسته به طور غیر ارادی کار میکنه ما و شما میخوابیم از روزی که به دنیا آمدیم چه بیدار بودیم و چه خواب بودیم این قلب ما میزنه قلب ما طلب طلب میزنه حتی در زمانی که ما و شما خوابم هستیم میزنه اگر این عضلات در اراده ما و شما بود وقتی ما میخوابیدیم فراموش میکردیم که ازولای قلب ما بزنه در نتیجه حیات و زندگی ما و شما به خطر میافتاد پس فراموش نمیکنیم که عضلات قلبی از نظر شکل مشابه حجرات عضلات اسکلتی هسته اما از نظر عملکرد و کارش مشابه ازولات لشم هسته یعنی غیر ارادی هسته در همون جور که در شکل هم بینید از هر قسمتی از عضو بدن ما یک شکل از او حجرات برای شما کشیدیم از امعا به طور مثال در پایین ازوله صاف نشان میدیم این ازولات صاف کشیده هسته و ما بین از اونها یک فضاهای کمی وجود داره ازوله وسط، ازوله مخطط یا همون ازوله اسکلتی هسته که مایچه هایی بر روی استخانه دست هسته ای ازولا چیف چیف در کنار یکدیگر دیگر هسته این مخطط یا خطهایی را که شما در ازولات اسکلتی میبینین سالهای بعد شالو میخونید که اینا یک رشته های هسته که به نام اکتین میوسین یاد میشه که در انقباز ازوله ها نقش داره که مکانیسم ازو و راه انقباز از او و عملکرد کرده از رو سالهای بعد میخونیم ازولات قلبی را میبینیم که مانند ازولات لشم هسته یک سری فضاها و فاصله ها رو ما بین از اونا میبینیم و خط خط بودن از او مشابه عضلات اسکلتی بود همونی که من به شما گفتم از نظر شکل و ظاهر مشابه عضلات اسکلتی هسته اما از نظر عمل کرد مشابه عضلات لشم یا عضلات صاف هسته حالا برای شما یک ازوله دیگر رو خواهیم بگیم یک ازوله ای که کار از او بسیار بسیار مهم هسته این ازوله ازوله عصبی هسته اما کاری از این چی اهمیتی برای ما و شما داره حالا خوب دقت کنید ببینید ما برای شما چی میگم این انساج بسیار مهم میره که گفتیم انساج عصبی نام داره انساج عصبی حجرات از اونا نیورون نامیده میشه دو تا اصطلاح امروز شاگردای خوب یاد گرفتید یک نفرون و یک نیورون نفرون ها مربوط به گرده ها هسته و نیورون ها مربوط به انساج عصبی هسته این نیورون ها چه شکلی هسته و کار از اونا چگونه هست ما برای شما به طور مفصل در پای تخته نالی می کشم تا خوبی را متوجه شوید ما چندین نوع نیورون داریم نیرون های حسی حرکتی و رابط. من برای شما ساختار یک نیرون میکشم ولی با اجزا و جزیات از او انشاءالله در سالهای بعد به طور مفصل آشنا میشیم. یک نیرون بخش های مختلفی داره و شکل حجرات نیرون نسبت به سایر حجرات بدن یک کمی پیچیده تر هست. پس این هست یک ساختار نیورون هست نیورون ها بخش های متفاوتی داره که بر حسب وظیفه از این نیورون ها شکل از اونا هم تغییر میکنه نیورون حسی، نیورون حرکتی و نیورون رابط هسته. اما ما وارد جزیات از این نمیشیم کاری که نیورون ها در بدن ما انجام میده بسیار بسیار حائز اهمیت و خیلی مهم است چرا که نیورون ها پیام ها را از محیط میگیره این پیام ها را دست به دست میکنه و به مراکز کنترل کننده بدن ما که یا در مغز هسته یا در هر مغز یا نخا هسته میرسانه و جواب مغز و یا جواب نخا یا هر مغز را پس دوباره دست به دست میکنه و به اندامای هدف که یا ماهیچه از ازوله هست، یا قده هست هر جایی از بدن که هسته میرسانه به خاطر همین هسته که شکل از این نیورون ها قدری کشیده تر هسته یک نورون نیورون دیگه هم ما داریم که شکل از او با این نیورونی که من برای شما کشیدم متفاوت تر است این نیورون حرکتی بود این که حال برای شما کشیدم نیورون رابط هسته که همونطور که از نامش معلوم هسته ارتباط برقرار میکنه بین نیورون حرکتی و این نیورون سومی که حالا شکلش برای شما کشم این نیاران نیاران حسی هسته شکلش کاملا با دو تا نیوران دیگه متفاوت هسته فقط برای از که خیلی از شما کنجکاو هستید اشاره کنم که این نیاران حسی ما پیاما را از محیط از محرک ها میگیره از طریق همین قسمت خودش پیام ها را میگیره این پیام ها را دست به دست میکنه در یک قسمت میرسه که به خود همین نیورون هماهنگی وجود داره بین اجزای خود نیورون این پیام دست به دست میکنه میرسه به آخر از این نیورون این نیورون پیام ده نیورون بعدی میده یک نیورون ما نداریم که مثلا ما دست خورده روی یک چیز داغ میزنم و بدون از که فکر کنم بلا فاصله دست خود میکشم عقب این یک نیورون نیست که از انگشتا تا به بازو و شانی ما همین تو کشیده باشه چندین نیورون حسی پشت سر یکدیگر هسته پیام میگیره میده به نیورون بعدی نیورون میگیره میده به نیورون بعدی دست به دست میکنه تا ای پیام میرسه به مغز ما و مغز ما دستور میده از را که از اوله دست بیکشه به سمت عقب حالا ای پیام در برگشت نیورون های حرکتی میاره دست به دست میکنه میاد میرسه به عضلات اسکلتی ما یا عضلات اسکلتی که بر روی اسکلت دست هسته و ما دست میکشیم اما این آنقدر سریع انجام میشه که ما و شما هرگز زیر فکر نمی کنیم تصمیم نمی گیریم که آیا ما دست خود از روی از این شیء داغ که بسیار دمای بالا در بکشیم یا نکشیم اگه ما فکر کنیم گاه دست ما و شما می سوزه این انواع نیورون ها بود که حالا د تصویر همه شما عزیزان دیدین باز این روش از اینا رو انشالله در سالهای بعد به طور مفصل میخوانیم یک انساج دیگر هم ما داریم به نام انساج ارتباطی انساج ارتباطی همونطور که نا از نامش معلوم هست بین انساج دیگر ارتباط برقرار میکنه در کتاب بیولوژی سنفه هفت بسیار کوتاه اشاره شده و ما هم به همو بسنده می چون لازمه یزی است که اطلاعات شما در بیولوژی بیشتر باشد از انساج ارتباطی هر جایی از بدن شما که استخانه خونه و قضروف هسته ای مربوط به انساج ارتباطی هسته که انشاءالله در سالهای بعد کامل اینا را ما میخوانیم خب شاگردای خوب ای چهار نوع انساجی را که خواندیم در کنار یکدیگر دیگر اعضای مختلف بدن ما را می سازم عضو چیه؟ در جلسات گذشته ای را برای شما گفتیم عضو از مجموعه چند تا انساج درست شده که در کنار یک دیگر یک وظیفه ای را دنبال می کنه ما اگر دست خود برای شما مثال بزنیم خود شما حالا فکر کنین پوست دست شما مربوط به کدام انساج شد؟ آفرین برای کسایی که درست جواب دادن پست دست ما همو انساج بشروی بود خب ماهیچه یا گوشتی که در زیر پست دست هسته مربوط در کدام انساجه باز هم آفرین اونا مربوط در انساج ازولاتی هسته خب در دست ما و شما دیگه چیز هسته استخانه آفرین خیلی مهم است استخان که هم برای شما گفتم مربوط در کدام انساجه انساج ارتباطی رگ خونی داریم انساج ارتباطی پس هر عضوی از بدن ما تشکیل شده از چندین انساج که این انساج در کنار یکدیگر کار میکنه کاری از این انساج بسیار منظم و دقیق است این نظم و این دقت در مابین انساج نیورون ها انجام میداد همال شکل نیورون ها را در پای برای شما کشیدم ارتباط برقرار کننده و هماهنگ کننده بین انساج هسته در تصویر عکس یک قلب هم ما برای شما آوردم در ساختار یک قلب هم ما بخشای مختلف داریم این قلب یک انسان هسته رگ داره خون داره ازوله داره و انساج عصبی را داره نیرون ها هستن که تنظیم میکنه ای قلب ما و شما از روزی که متولد میشیم تا روزی که زنده هستیم بیزنه. انساج عصبی بود آفرین ازوله خود قلب از کدام ازوله بود امروز خواندیم ازوله ای که شکل از اونا شبیه ازوله اسکلتی اما کار از اونا شبیه ازوله چی بود؟ لشم آفرین خون در ما بین رگ ها داریم خون متعلق به کدام انساج بود؟ باز هم درست گفتید خون، استخوان و قضروف ها مربوط به انساج ارتباطی هستند آفرین بگم به شما شاگردای خوب که اینقدر قدر خوب درس گوش میکنین و ما را همراهی میکنین این عضوای مختلف بدن ما و شما در کنار یکدیگر قرار میگیره تا سیستم ها را بسازه و این سیستم ها در کنار یکدیگر قرار میگیره تا یک ارگانیزم یا یک موجود زنده را بسازه در سیستم های مختلف بدن ما اعضای مختلفی را داریم در تصویر بالا ما عکس سیستم حازمه را برای شما آوردم سیستم حازمه ان در صنف نهم به طور مفصل آشنا میشین ما عضوی داریم به نام مری که غذا را از دهان به معده میبره خود معده را داریم امعا را داریم امعا کوچک و بزرگ داریم هر کدام از اینا یک عضو هسته هر عضو از چندین انساج درست شده که در کنار یکدیگر یک هدف دنبال میکنه هدف سیستم حازمه تغییرات غذا هسته تا اونا را برای مصرف شدن در بدن ما مناسب به صورت مناسب در بیاره تبدیل کنه به یک چیزی مفید که ما قابل استفاده باشه برای حجرات ما یا مثلا در سیستم گردش مواد که در تصویر پایین میبینین که سیستم گردش مواد هم در سالهای بعد میخوانین شامل قلب هسته و شامل تمام رگها سرخ رگ‌ها و سیاهرک ها، شریان ها، ورید ها و مویرک ها هسته و خونی که در مابین از اینها جریان داره همه از اینا وظایف خود به خوبی انجام میده هیچ کدامم هم در کار یک دیگر دخالت نمی کنه. چرا؟ چون ما یک انساج مهم به نام انساج عصبی داریم که یک انساج عصبی کار از اینا را بین یکدیگر هماهنگ میکنه تا زمانی که انساج عصبی ما و شما درست کار کنه و به وظیفه خودش به خوبی انجام بده وظیفه خودشه ما دچار اختلال نمیشیم درس امروز ما به نظر از ما که بسیار شیرین بود چون از این به بعد شما بدن خودتان بیشتر و بهتر میشناسین و علمیتر انشالله که خسته نشده باشید شاگردای خوبم اگر کدام سوالی برای شما پیش آمد اگر جایی از درس متوجه نشدید باز هم دوباره یادآوری میکنم از طریق شماره تلفن دو صفر از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید انشاءالله که درسای خود خوب مطالعه کنید تا جلسه بعد همه شما عزیزان به خدای بکتا و بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار شما